از ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه پرشین وارز. من حمیده از تورنتو یک بار دیگه با معرفی قهرمانان و مدال‌آوران ایرانی در خدمتتون هستم. مهمان امروز ما جناب آقای کاوه سلیمانی، قهرمان ارزنده و کاپیتان اسبق تیم ملی کشورمون در رشته مویتای هستند. اگر شما هم مثل ما مایلید که با این قهرمان و مربی صاحب نام و موفق بیشتر آشنا بشید، ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید. آقای سلیمانی، در همین ابتدا برامون بفرمایید که ورزش مویتای رو از چند سالگی شروع کردید و از چه سنی موفق شدید که به عضویت تیم ملی کشورمون دروید؟ از سال 79 از رشته کاراته به ورشگاه رزمی روی آن شروع کردم و از سال 82 به رشته مویتای شروع کردیم که رشته مویتای و از سال 86 به عضویت تیم ملی ایران در آمد. آقای سلیمانی، اگر ممکنه از افتخارات ورزشیتون در سطح مسابقات داخلی و بین المللی برامون بگید. مسابقات داخلی که از کشوری ها زیاد دارم خدا رو شکر، ولی مسابقات برون مرزی از سال 86 که به عضویت تیم ملی ایران در اومدم، از سال همون سال بعدش سال 87 2008 به مسابقات جهانی کره جنوبی اعزام شدم و تنها طلای تیم ملی ایرانو گرفتم. سال 2009 به مسابقات آسیا و اقیانوسیه استرالیا اعزام شدم و مدال طلا رو کسب کردم. 2010 به مسابقات آسیایی که جزیره کیش برگزار شد اعزام شدم و طلا گرفتم و همون سال به مسابقات جهانی که 2010 در کشور تایلند بود اعزام شدم و متاسفانه نتونستم مدال کسب کنم. در سال 2011 به مسابقات اعزام نشدم. در سال 2012 مسابقات جهانی جام ریاست جمهوری که در ورزشگاه آزادی برگزار شد مدال طلا رو کسب کردم که سخت‌ترین بازی ها رو چیز کردم، که یکی از بزرگترین بازیکنهای روس که اسمش خیاله بردم. در 2013 به مسابقات 2013 به مسابقات بازی های بیچ گیمز اعزام شدم و مدال طلا رو کسب کردم. 2014 به مسابقات اعزام نشدم. 2015 به مسابقات جهانی سوئد اعزام شدم و مدال نگرفتم. 2016 به مسابقات همون 2016 به مسابقات بازی های آسیایی به کشور ویتنام اعزام شدم و مدال طلا رو کسب کردم. و 2017 به مسابقات جهانی ورلد کاپ روسیه اعزام شدم و مدال برنز کسب کردم. 2000 همون 17 به مسابقات جهانی بلاروس اعزام شدم و مدال کسب نکردم. خدمت شما عرض شود 2016 همون 2016 به مسابقات جهانی سوئد اعزام شدم و مدال کسب نکردم. به 2019 به مسابقات بازی های ایندور گیمز ترکمنستان اعزام شدم و آخرین اعزامی بنده بود و نتونستم کسب مدال کنم. و فکر کنم در رشته مویتای پرمدال ترین ورزشکاری ایران هستم. در پرمدال ترین و پر اعزام ترین بازیکن تیم ملی بودم. 14 سال عضو تیم ملی ایران بودم مداوم. یعنی اینجوری نبود مثلا دو سال نباشم، سه سال نباشم، بعد بیام. مدام 14 سال عضو تیم ملی ایران بودم و پرمدال‌ترین و پراعزام‌ترین بازیکن تیم ملی ایران بودم. 5 سالم در کاپیتان تیم ملی بودم، در خدمت بچه‌ها در تیم ملی بودیم. درود بر شما آقای سلیمانی. قطعاً که با این رزومه‌ای که دارید از تأثیرگذارترین افراد این رشته بودید و باعث افتخار آشنایی با شما. آقای سلیمانی، با توجه به ویژگی‌های خاص و متمایز ورزش مویتای، نظر خانوادتون درباره ورزش‌های رزمی چیه؟
شما و همسر محترمتون تمایل دارین که فرزندانتون به ورزش‌های رزمی و دنیای حرفه‌ای وارد بشن؟ بله 100%، اصلا ما جنگجویی توی خونمونه 100%، هم بچه هامون ایشالله، هم خودمون بازم ادامه دیم که بچه های مثلا دوستان و همشهریانمون بازم بیان تو رشته مویتای افتخار کسب کنن ایشالله. آقای سلیمانی، بجز اینکه شما در ورزش حرفه‌ای اهل مبارزه هستید، شغل شما هم به نوعی نبرده، اما این بار نبرد با آتش و برای نجات جون مردم. برامون بگید که اینکه همیشه در حال مبارزه و نبرد هستید و شجاعت انجام کارهایی رو دارید که خیلی ها جرأت انجام دادنشون ندارن، براتون چه حس و حالی داره؟ خب با توجه به اینکه ما مثلا کل دوران ورزشی مبارزه کردیم و حس جنگجویی در وجودمون هست، این حس جنگجویی اینا رو تبدیل کردیم که به کمک به هم نوعا و همشهریان عزیزمون که بتونیم ایشالله در این عرصه بتونیم به همشهریان و خانواده عزیزی که در شهر ما زندگی میکنن کمک کنیم در امنیت زندگی کنن. انشاءالله انشاءالله. آقای سلیمانی، میدونید که هنوز هم در عرصه ورزش کشور در حال خدمت هستیم. اگر ممکنه برای بیننده هامون بگید که در حال حاضر در ورزش کشورمون چه سمتی داریم؟ با توجه به اینکه ورزش ایران با هیچ کی هم درست نمیشه، همش باند و باندبازی و جناح و جناحکاریه، من شاید چند تا سمت رو بهم پیشنهاد دادم، ولی من به خاطر اینکه تخریب نشم یا مثلا این سمت رو نگیرم اون سمت رو نگیرم هیچ پستی رو قبول نکردم. ولی در شهر خودم، من که در شهرداری خدمت میکنم و در آتنشانی مسئول ورزش شهرداری شهرستان سقز هستم. آقای سلیمانی، قطعا افراد با تجربه مثل شما اگر بعضی از سمت‌ها رو می گرفتین، شاید که مثمر ثمرتر هم می تونستید باشید، ولی حالا هر جور سلطید خودتونه، ولی انشالله که در سالهای آینده افراد با تجربه مثل شما بیشتر استفاده بشن و بیشتر برای ورزشکاران بتونن خدمات انجام بدن. آقای سلیمانی، اینطور که به نظر میاد یکی از ویژگی‌های بارز شما توجه و اهمیتی که شما به اخلاق، منش و مرام پهلوانی قائلید. اگر ممکنه برامون توضیح بدید که این مسائل چه جایگاهی بین رزمیکارامون باید داشته باشه؟ خب ورزش یه بخش کاره، اصلیتش برمیگرده به اخلاق و اصالت اون نفر که میخواد اون قهرمانی یا مثلا اون ورزش رو ادامه بده. اولویت در هر رشته ورزشی اخلاق و منش پهلوانیه. اگه 1000 تا قهرمانی هم داشته باشی و اخلاق و منش پهلوانی نداشته باشی، نه کسی دوستتون داره نه قهرمانی شما ارزش داره. پس اولویت هر چیزی اخلاق و منش پهلوانی، بعد قهرمانی شما رو بلتر و قشنگتر نشون میده. از انسان ها اونایی که قهرمانی کسب میکنن یا در رشته های مختلف به فعالیت میپردازن، اول باید حتما اخلاق و منش پهلوانیشون منشأ کارشون باشه. قطعا همینطور. آقای سلیمانی، ورزش مویتای جزء ورزش هایی که ورزشکاران برای مسابقات برون مرزی باید در رقابت های انتخابی شرکت کنند. شما سطح کیفیت مسابقات انتخابی تیم ملی رو توی دهه های اخیر چطور ارزیابی میکنید؟ کلن ایران عرضتون کردم اول، کلن باند و باند بازی، هر کی پول داشته باشه اعزام میشه میره مسابقات، هر کی پول نداشته باشه، اگه نخبه ورزشی هم باشه، اگه خیلی هم
اصلا به خاطر این خیلی از قهرمانای خوب کشور ما همشون روی آوردن به بازی های حرفه ای که مثلا میتونن از اونجا پول در بیارن. اینا نخبه ما کلا دارن فراری میشن و نمیتونن برای کشور خودشون بجنگن و بتونن مثلا پرچم کشورشون رو بالا ببرن. همش باند و باند بازی و همش پول و پول بازی. این پول میده باید اعزام بشه، این پول نمیده. یعنی اگه شما خیلی هم قوی باشی، پول نداشته باشی، اصلا نمیتونی اعزام بشی تو ایران و این چیز خیلی بدیه. بله واقعا جای تاسفه و ناامیدی. آقای سلیمانی، معرفی شدن به عنوان مرد طلایی در مسابقات جهانی، ایستادن روی سکوی اول رقابت‌ها و لحظه به اهتزاز در آمدن پرچم کشورمون، براتون چه حس و حالی داشته؟ قطعا هر کسی در اون جایگاه باشه یعنی حس و حال فکر نمی کنم هیچ کی اینقدر خوشحال باشه که بتونه مثلا در جایگاه اول جهانی، آسیایی یا مثلا بین المللی وایسه. قطعا خیلی از نظر روانی، از نظر کل زحمت هایی که کشیده، خستگی از وجودش در میره و خیلی خوشحال میشه و همچنین منم خیلی خوشحال شدم. درود بر شما. آقای سلیمانی، میدونیم که ورزش‌های رزمی توی تلویزیون کشورمون پخش زنده ندارن و در مقایسه با خیلی از ورزش‌های دیگه مثل فوتبال یا والیبال خیلی کمتر پخش میشن. به نظر شما این مسئله از لحاظ روحی و روانی چه تأثیری میتونه روی ملی پوشامون داشته باشه؟ خیلی این اصل خیلی تأثیر مخربی داره. اینا الان مثلا ورزش هایی که مثلا کسانی که میان با جون دل ورزش میکنن ولی ازشون اسمی برده نمیشه، 100% به راه های دیگه کشیده میشن و اونایی که مثلا پول دارن اینا به سمت فوتبال و به قول شما والیبال اینا میرن. اونای دیگه که ازشون مثلا هر چقدر که شما مثلا انگیزه داشته باشی، هدف داشته باشی، از هدفتون سرد میشین و قطعا به جایگاهی که دوست دارین نمیرسین. مگه اینکه مثلا پشتیبانه های مثلا یه مربی خوب یا یه پدر و مادر خوب اینا پشتتون باشه، بتونن اونا شما رو هل بدن و به سمت جلو ایشالله برید. آقای سلیمانی، به نظرتون دلیل رشد چشمگیر ورزش مویتای توی کشورمون به خصوص بین هموطنان کرد زبانمون چی بوده؟ خب کرد زبان ها همون که اول برنامه به عرضتون رسوندم، کرد زبان ها اون حس جنگ طلبی و جنگجویی تو خونش بود و باور بفرمایید بعضی از پسرای همین شهر خودمون که می اومدن باشگاه ما یه جلسه کار میکردن، انگار این مویتای بلد بود، اصلا تو خونشه. این مثلا احساس میکنه 3 سال داره کار میکنه. توی کرد زبان ها که من اینجا در خدمتشون هستم، مویتای اصلا تو خون ماست، اصلا جنگجویی و حس جنگجویی توی خون ماست و خیلی راحت یاد میگیریم، خیلی راحت میتونیم به هدفمون برسیم. زنده باشید انشاءالله. آقای سلیمانی، به عنوان یک ورزشکار تحصیل کرده برای بیننده ما توضیح بدید که چطور تونستید هم در ورزش، هم در کار و زندگی شخصی و هم در تحصیلات همزمان فعالیت کنید و موفق هم باشید. والا پشتیبانی پدر و مادرم که خیلی در همه زمینه ها پشتیبانم بودن، کمکم کردن و اهداف خودم که هدف داشتم به جایی برسم و بتونم مثلا کل مردم شهرم، استانم، کشورم منو مثلا با یه اسم خوب بشناسن و بعد از اینم که رفتم یه اسم خوب پشت سر خودم بذارم و یه آدمی نباشم که مثلا هیچ کی نشناخته اومده رفته. میخواستم که یه بولد باشم، مثلا همه
عرضتون رسوندم که همه مردم شهرم، استانم، کشورم منو بشناسن و هدف داشتم به حدی که به هدفم برسم و رسیدم شد. همینطور هم بوده و قطعا که ما معتقدیم که شما به اهدافتون تا الان هم رسیدید. آقای سلیمانی، به نظرتون استفاده از مربی های خارجی به خصوص مربی های تایلندی میتونه به رشد و پیشرفت هرچه بیشتر مویتای توی کشورمون کمکی بکنه؟ به نظر من 100%، چون ما که می رفتیم تایلند، همین یه دونه تایلندی رو می دیدیم مثلا بدنمون، مثلا میخواست باش بدنمون آماده میشه، اصلا هوای تایلند مثلا انسان آماده میکرد. بعد الان شما فرض کنید برین توی باشگاه ایرانی یه دونه تایلندی رو ببینید، اصلا حس مبارزه کردن، حس مثلا تمرین کردن بهتون دست میده. و تایلندی ها چون بروزترن، تایلندی ها مثلا من که مدعیم، ادعا دارم میگم قهرمان جهانم، مثلا 100 تا تکنیک بلد باشم، یه دونه تایلندی که از کوچه پس کوچه های تایلندم بیارنش اینجا 1000 تا تکنیک بلد، بعد قطعا یه تایلندی یا تایلندی هایی رو به تیم ملی دعوت کنن یا به باشگاه های ایران، قطعا برای مویتای کشور تأثیر گذار و قهرمان بیشتری میتونیم تحویل جامعه بدیم. آقای سلیمانی، نظرتون درباره ورود بانوان به دنیای ورزش های قهرمانی به خصوص ورزش های رزمی و پربرخوردی مثل مویتای چیه؟ بانوان، خب بانوان از موقعی که آقایون به مسابقات، از موقعی که من به مسابقات جهانی آسیایی اعزام شدم، بانوان کلا با همون بودن و بانوان مثل آقایون حق دارن و حق انتخاب دارن و راحت به قهرمانی هم میرسن. ما قهرمان هایی داشتیم از بانوان که شاید تو اون وزنا باور بفرما آقایون هم شرکت میدادیم، بانوان آقایون هم شرکت میدادیم، تو بانوان مثلا مدال نمی گرفتن، اینقدر خیلی بودن، ولی بانوان ما اومدن تو اون وزنها مثلا قهرمانی برونز، نقره یا طلا گرفت. پس بانوان میتونن به قهرمانی های کشور کمک کنن و راحت میتونن به اهدافشون برسن. همچنان که ثابت کردن آقای سلیمانی. آقای سلیمانی، به عنوان یک مربی خوشنام و یک قهرمان کهنه کار، اگر این فرصت بهتون داده میشد که یکی از مسائل و مشکلات ورزش کشورمون رو اصلاح کنید یا تغییر بدید، شما چه کاری انجام میدادید؟ به نظر من همون باند و باند بازی بین قدرت های که مثلا بالا نشستن، مسئولان، اینا رو میتونستم تغییر بدم، تغییر میدادم که مثلا بعضی از بازیکن ها هستن، اصلا هم بازیکن های قهرمان های ایران، هم مربی های کلن ایران، اینا رو با چشم خودشون دیدن و میدونن که قهرمان های، نباید بگم قهرمان، بازیکن هایی هستن که اصلا توی کشوری شرکت نکردن یا شرکت کردن اولین بازی باختن. ما قهرمان های خیلی خوبی داریم توی ایران، نخبه ها و استعداد های خیلی خوبی داریم توی ایران، ولی چون مثلا پول ندارن یا جز باند، همین الان تیم ملی ایران، تیم ایران 3 تا تیم ملی داره، نمیدونیم الان که تیم ملی اصلیشون کدومه. این باند و باند بازی اگه توی ایران که حل میشد، خیلی به قهرمانه ما کمک میشه و هیچ وقت حل نمیشه، مطمئنم اینو، چون از اول که من ورزش کردم اینو دیدم و تا الان هم میبینم و اصلا عوض نمیشه و همین باند و باند بازی وجود داره، ولی ای کاش عوض میشه. چقدر جای تاسف. آقای سلیمانی، توی زندگی ورزشیتون آیا شخص خاصی بوده که شما رو مورد حمایت خاصی قرار داده باشه و شما دوست داشته باشید که اینجا از ایشون یادی بکنید؟ من نمیتونم اسم یه نفر رو بیارم، چون من باور بفرمایید همیشه گفتم اینو،
از نظافتچی که توی سالن مسابقات نظافت سالن مسابقات سالن ورزشی رو کرده توی قهرمانی من تاثیر داشته. از نظافتچی سالن ما تا برسه به حریف تمرین های خیلی خوبم مثل برادر عزیزم سید کیوان سلیمانی، مثل قهرمان خوب کشورمون جمال مدنی، نیمای وکیلی، قهرمان های خوب کشور، و الان باید اگه اسم ببرم 10 ها نفرن حریف تمرین های بنده بودن که به من کمک کردن در قهرمانیم، و نمیتونم اسم 1 نفر 2 نفر و 10 نفر رو بیارم، ولی من از دور همه حریف تمرینامو که مثلا به هم کمک کردن از دور میبوسمشون، ولی 4 نفر در زندگی من، در زندگی قهرمانی من واقعا موثر و تاثیرگذار بودن. پدر و مادرم که خیلی به هم کمک کردن و همیشه دستشون رو میبوسم. مربی عزیزم بهنام آمیری که خیلی برام زحمت کشید و همیشه دستش میبوسم، و همسر عزیزم که در همه کارها، همه دوری ها، مثلا اردوات، تو همه بدبختی ها، تو همه چیزهای زندگی و ورزشی و اینا کمک و پشتیبانم بوده، کمال تشکر دارم ازش. درود بر شما آقای سلیمانی عزیز، ورزشکار درجه 1 و با اخلاق ایرانی، از اینکه دعوت ما را قبول کردید، به این برنامه تشریف آوردید و اجازه دادید که با شما بیشتر و بهتر آشنا بشیم، بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم که در تمام عرصه‌های زندگیتون همچون گذشته سربلند و پیروز باشید.